سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که امروزم ما رو همراهی میکنید. قبل از شروع به این نکته میخوام اشاره کنم که اگه به تازگی با کانال فارسی نت آشنا شدید، لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید. در این ویدیو میخوایم هر چیزی که در مورد گلبول سفید نیاز دارید که بدونید و بهتون بگیم. پس همراه ما باشید. گلبول‌های سفید با نام لکوسید و همچنین سلول‌های سفید خون نیز شناخته می‌شوند. آنها اجزای سلولی خون هستند که فاقد هموگلوبین بوده اما دارای یک هسته می‌باشند. گلبول‌های سفید خون متحرکند و عملکرد اصلی آنها محافظت از بدن در برابر عفونت‌ها و بیماری‌ها می‌باشد. این سلول‌ها انواع مختلفی دارند، مثل نوتروفیل‌ها، اینوزولنوفیلیل‌ها، بازوفیل‌ها، لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها. گلبول‌های سفید بدن با از بین بردن ذرات خارجی و بقایای سلولی از بدن ما در برابر عفونت‌ها محافظت می‌کنند و این گلبول‌ها همچنین تولید آنتی‌بادی‌ها را تسهیل می‌کنند و با از بین بردن عوامل عفونی همچنین سلول‌های سرطانی کمک خواهند کرد. نوسانات در تعداد گلبول‌های سفید به دلایل مختلفی ممکن است رخ دهد. برای مثال ممکن است در هنگام ورزش کردن تعداد گلبول‌های سفید خون افزایش یابد، در حالی که در زمان استراحت تعداد این گلبول‌ها تا حدودی کاهش می‌یابد. با وجود این، در برخی موارد ممکن است میزان گلبول‌های سفید خون به میزان غیر طبیعی کاهش یابد که ناشی از دلایل مختلفی است که در این ویدیو به آنها می‌پردازیم. گلبول‌های سفید خون در مغز استخوان تولید می‌شوند و افت تعداد گلبول‌های سفید خون می‌تواند ناشی از برخی موارد مثل عفونت‌های ویروسی، اختلالات مادرزادی، سرطان، اختلالات خود ایمنی، عفونت‌های شدیدی که به سلول‌های سفید خون زیادی احتیاج دارند، داروهای مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، تغذیه ضعیف و نامناسب، تعداد کم گلبول‌های سفید خون برای مقابله با عفونت‌ها بی اثر است و ممکن است منجر به وضعیتی به نام لیکوئینی شود. علائم و نشانه‌های کمبود گلبول‌های سفید: تب شدید، لرز، تعریق. اگر این گلبول‌ها به دلیل وجود برخی عفونت‌ها کاهش یابد، منجر به علائمی همچون تورم و قرمزی پوست، زخم‌های دهان، گلودرد، سرفه شدید، تنگی نفس. میانگین مجاز میزان گلبول‌های سفید خون چیزی بین 3500 تا 10,500 در هر میلیلیتر خون است. در صورت کم شدن بیش از حد میزان این گلبول‌ها در هر میکرولیتر خون، مصرف برخی از داروهای خانگی می‌تواند مؤثر باشد. 1. روغن استخوددوز. این روغن معمولاً برای درمان استرس، اضطراب و تقویت خواب استفاده می‌شود. اما جالب است بدانید مصرف این روغن به افزایش تعداد گلبول‌های سفید خون نیز کمک می‌کند. روغن‌های دیگر مانند روغن بادام شیرین، روغن درخت چای و روغن درخت سرب نیز دارای اثرات مشابهی در بهبود تولید گلبول‌های سفید خون هستند. 20 قطره روغن استخوددوز، 60 میلی‌لیتر روغن نارگیل یا روغن زیتون را با هم ترکیب کرده و روزی یک بار به بدن خود ماساژ دهید. 2. سیر. سیر به لطف داشتن آلیسین دارای خاصیت ایمنی و ضد التهابی است و با تحریک گلبول‌های سفید مختلف خون که شامل لنفوسیت‌ها، ازوفولیل‌ها، ماکروفاژ‌ها هستند، ایمنی بدن شما را تقویت می‌کنند. سیر خرد شده را به وعده‌های غذایی خود اضافه کنید و آن را جزئی از رژیم غذایی خود قرار دهید. 3. اسفناج. اسفناج یک منبع غنی از ویتامین های C, A و E هستند که این ویتامین ها به افزایش میزان گلبول های سفید خون کمک می کند و برابر این بهتر از اسفناج پخته شده را به رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنید. 4. برگ پاپایا. برگ های پاپایا حاوی استوژین ها هستند که ترکیبات مهمی در افزایش تعداد گلبول های سفید خون به حساب می آیند. شما می توانید این برگ ها را بشویید و سپس آب آنها را بگیرید و روزانه میل کنید.
اگر آب این برگ‌ها تلخ است، می توانید با استفاده از مقداری عسل به آنها طعم دلنشینی بدهید. 5. ویتامین‌ها. ویتامین‌های A، E، C، B9 در بهبود میزان گلول‌های سفید خون نقش اساسی دارند. ویتامین A در حقیقت نقش ویژه‌ای در افزایش لنفوسیت‌ها را دارد، در حالی که ویتامین C برای تقویت ایمنی کلی بدن شناخته می‌شود. ویتامین B9 برای تولید نوتروفیل‌ها ضروری است و ویتامین E در تولید سلول‌های تی نقش دارند. مصرف غذایی مانند اسفناج، هویج، پنیر، گوشت، تخم مرغ، سیب زمینی شیرین، مرکبات یکی از راه‌های مناسب برای جذب این ویتامین‌ها هستند. همچنین می‌توانید با تجویز پزشک خود از مکمل‌های ویتامین استفاده کنید. 6. ماست. پروبیوتیک‌های موجود در ماست باعث تقویت ایمنی بدن و افزایش تولید گلبول‌های سفید خون می‌شوند. بنابراین لازم است مصرف ماست را در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهید. 7. اسیدهای چرب اومگا 3. اومگا 3 دارای خواص ایمنی هستند و باعث افزایش گلبول‌های سفید خون می‌شوند. با مصرف ماهی‌های مانند ساردین و سالمون و سایر مواد غذایی مانند گردو و آووکادو میزان لازم اومگا 3 خود را تامین کنید و یا از مکمل‌های حاوی آن بهره ببرید. 8. روی. روی می‌تواند به بازگرداندن عملکرد طبیعی گلبول‌های سفید خون کمک کند و از این طریق ایمنی بدن را تقویت کند. با مصرف غذاهایی مانند گوشت قرمز، لوبیا و آجیل و یا مصرف مکمل‌های حاوی این ماده معدنی میزان لازم بدن خود را تامین کنید. 9. کرم بروکلی. وجود ماده شیمیایی سولفورافان در کرم بروکلی به تنظیم تعداد گلبول‌های سفید خون و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. با قرار دادن این ماده غذایی در رژیم غذایی روزانه خود از خواص بیشمار آن بهره ببرید. 10. سلنیوم. سلنیوم تأثیر مثبتی در تولید گلبول‌های سفید به ویژه لنفوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها دارد. سلنیوم همچنین ایمنی شما را در برابر عفونت‌ها و بیماری‌های مختلف تقویت می‌کند و با مصرف بیشتر ماهی تون و ساردین، مرغ، بوقلمون نیاز روزانه خود را به این ماده مغذی برآورده کنید و همچنین می توانید از مکمل های مخصوص آن استفاده کنید. 11. کیوی. کیوی ها حاوی آنتی اکسیدان های قدرتمندی هستند و همچنین منابع غنی از پتاسیم و ویتامین های C و E هستند. همه این مواد مغذی نقش مهمی در تقویت ایمنی بدن و افزایش گلبول های سفید خون شما را دارند. با مصرف روزانه 1 یا 2 عدد کیوی از خواص مفید آن بهره‌مند شوید. 12. مرکبات. مرکبات منبع غنی از آنتی اکسیدان ها و ویتامین C هستند که هر دو عملکرد ایمنی بدن را تقویت می کنند. آنها همچنین به افزایش تعداد گلبول های سفید خون کمک فراوانی می کنند. مرکباتی که به راحتی در همه جا موجود هستند، پرتقال، کیوی، توت فرنگی، لیمو و گریپ فروت می باشند. عوارض کمبود گلبول های سفید خون. در صورت مشاهده هر یک از علائم کمبود گلبول های سفید خون، بهتر است سریعا به پزشک خود مراجعه کنید. عدم اقدام به موقع می تواند منجر به عوارضی شود. شما مستعد ابتلا به عفونت های میکروبی و انگلی می شوید. اگر مبتلا به سرطان هستید، به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدنتان ممکن است درمانتان به تأخیر بیفتد. در موارد شدید ممکن است این بیماری منجر به فوت شخص شود. پس هر چه زودتر برای درمان این مشکل خود اقدام کنید و برایتان بهتر است که با پزشک مربوطه آن و انجام آزمایش‌های مربوط به آن صحبت کنید. اثرات سطح بالای گلبول سفید خون به شرایط یا عوامل ایجاد کننده آن بستگی دارد. نوسانات در تعداد سلول‌های خون ممکن است به هیچ وجه علائمی ایجاد نکند. پزشک با توجه به علائم از آزمایش خون به منظور ارزیابی تعداد گلبول‌های سفید خون استفاده می‌کند
و انجام سایر آزمایشات و معاینات اغلب برای مشخص کردن علت دقیق مشکل ضروری می باشد. خیلی ممنون که در این ویدیو هم ما را همراهی کردین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. لطفاً با نظرها و کامنتاتون به ما انرژی بدید و ما را حمایت کنید. شب روزتون خوش.